سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، در هر کجا که هستید و همراه تفسیر خبر بوده اید و همچنان در ادامه را همراه هستید. جمشید چالنگی هستم از استودیو مرکزی ایران فردا لندن، با شما عزیزان خواهم بود. روز آفتابی و گرمی رو لندن تا این ساعت حوالی 6 بعد از ظهر به وقت پایتخت انگلستان پشت سر گذاشت. و ما در منطقه، در افغانستان، ناآرامی ها همچنان ادامه دارد. طالبان آرام آرام با ظاهری دیگر اما باطن همچنان همان طالبان پیشین به مواضع و عملکرد پیشتر خود نزدیک می شود. درگیری ها در پنجشیر همچنان در جریان است و رهبران نهضت ملی پنجشیر اعلام کردند طالبان را پس راندند و طالبان نیز ادعای سیطره بر همه پنجشیر را مطرح کرده است. در عرصه بین المللی با شک و تردید به اوضاع یا شناسایی طالبان به عنوان یک حکومت نگاه می شود. آنچه که در افغانستان روی داد زمین ساز گریز بسیاری از مردمان ارجمند افغانستان شد، به کشورهای دیگر تجربه پیشتر در برابر آنان بود که طالبان چه کردن و چه بر سر مردم افغانستان آوردن. زمزمه های شنیده می شود چه در ایران چه در عرصه منطقه‌ای و بین المللی که طالبان جمهوری اسلامی رو الگوی خود قرار داده است. تجربه 43 ساله مردم ایران نیز گزارش می کند که حکومت فقیه نسخه اصلی طالبان بوده است. پیش از حتی دور نخست طالبان قطع دست در آوردن چشم، سنگسار و بقیه امور. در بخش نخست برنامه آقای شاپور صابر با ما هستند، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، گزارشگر بخش افغانستان در رادیو اروپای آزاد که از دوشنبه تاجیکستان با ما خواهند بود. پس از گذری به افغانستان و گوشه از اوضاع جاری در افغانستان و در بخش دوم برنامه درباره طرح تازه حکومت فقیه برای دانشگاه های ایران سخن خواهیم گفت با میهمانی از ایران. با شما عزیزان خواهیم بود پس از دیدن این گزارش کوتاه. ما حکومت مستقل میخواهیم، ما حکومت مورد حمایت پاکستان نمیخواهیم. نعره تکبیر. آقای صابر، شاپور صابر عزیز، سلام و خوش آمد به شما از تاجیکستان. من هم سلام دارم خدمت شما، خدمت تمام بیننده های شما، در خدمت شما هستم. شاپور جان،
آخرین خبرها رو از شما میشنویم درباره هر دو طرف در مورد پنجشیر، مقاومتی که هست. طالبان ادعا کرده که به طور کامل مسلط شده بر پنجشیر، اما نشانه های تایید کننده ای ما نداریم که تایید کنه حرف طالبان رو. از شما میشنویم آخر خبر رو. خوب، طوری که همه به جریان هستن، از جمله شما، بیشتر از یک هفته از آغاز درگیری ها در ولسوالی در ولایت پنجشیر می گذره میان طالبا و همچنان گروه موسوم به مقاومت مردمی. از آغاز این درگیری ها تا کنون دو طرف تلاش دارند که یک دیگر را به تضعیف برای مردم معرفی بکنند. در آغاز این درگیری ها دو طرف تلاش داشتند که برای مردم اعلام بکنند که به طرف مقابل تلفات سنگینی را وارد کردند و همچنان شماری از افراد گروهی متقابل را بازداشت کردند. و حالا وقتی که خبر از سقوط پنجشیر به دست طالبا از سوی رهبری طالبا اعلام شد، از روز گذشته تا کنون که همچنان طالبا بر سر این موضع خود پافشاری دارند، اما طرف مقابل گروهی مقاومت مردمی بارها به رسانه اعلام کرده که ما تکتیک جنگی داریم و نیروهای ما در نقاط مختلف ولایت پنجشیر مستقر هستند و همچنان به درگیری با طالبان مسلح همچنان ادامه میدن. ادعای که طالبا کرده تا حال از سوی گروه مقاومت مردمی تکذیب شده و همچنان دو طرف این مسئله پذیرفتن که در جریان یک هفته جنگ شدید در ولایت پنجشیر تلفات متقبل شدن، کشتای زیاد دادن، زخمی زیاد دادن و همچنان نکته که بسیار در ولایات مختلف افغانستان اعتراضای را به دنبال داشته، ادعای که مطرح شده که تیاره های پاکستانی به حمایت از طالبا و علیه نیروهای مقاومت مردمی به شدت مناطق مختلف ولایت پنجشیر بمباران کرده که این مسئله سبب شده که مردم در نقاط مختلف افغانستان به این مسئله واکنش نشان بدن و تظاهرات علیه پاکستان برای اندازن. و شما شاهد هستین که برخی از باشندگان ولایت کابل پایتخت افغانستان نیز در مقابل سفارت پاکستان هم اعتراضای داشتند و از پاکستان خواستار از این شدند که هر چه سریع‌تر به گفته مردم بالاخره از افغانستان بیرون بشه و در امور داخلی افغانستان از این بیشتر دخالت نکنه. خب این نقش پاکستان کاملا آشکار هست. ما میبینیم که رئیس ضد اطلاعات پاکستان سفر میکنه، شاید اولین مقام رسمی است که علنا از کشوری میره به اونجا به این شکل و با طالبان، رهبران طالبان دیدار میکنه و همه اینها هست و این نکته. ولی نکته اساسی هم توی که اشاره کردین شاپور جان، مردم افغانستان به اصطلاح با توجه دوره قبل طالبان این بار ساکت ننشستن. تظاهرات بانوان رو میبینیم، تظاهراتی که دیدیم قبلا ما پاکستان باید بره بیرون و بقیه موضوع. تا چند اندازه این اعتراضات رو رو به گسترش میبینید و وسیع تر شدن و بیشتر شدن از نزدیک دنبال میکنید؟ ببینیم، دقیقا چیزی که شما هم به او اشاره کردین، وقتی که یک از مسئولان ارشد خود پاکستانی سازمان اطلاعاتی پاکستان وارد کابل زمانی میشه که هنوز جنگ در پنجشیر میان طالبا و نیروهای مقاومت مردمی او شدت کنونی نداشته، وقتی که وارد ولایت کابل پایتخت افغانستان میشه چند ساعت بعد از او طالبا اعلان میکنند که ما ولایت پنجشیر به کنترل خود درآوردیم. حالا مردم افغانستان به این باور هستند که موجودیت این مقام ارشد امنیتی پاکستان سبب تقویه رویه طالبا و همچنان شدت جنگ در پنجشیر شده و این مسئله سوالای گوناگونی در ذهن مردم افغانستان ایجاد کرده، با توجه به اینکه پاکستان همواره متهم به حمایت طالبا در 20 سال گذشته و قبل از اون زمانی که طالبا در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان حاکم بودند، حامی بزرگ طالبا پاکستان می دانستند. به این اساس مردم حالا به نوعی به اعتراض دست دادن و تصورشان بر این هست که بزرگترین حامی پاکستان در شرایط کنونی، حامی طالبا در شرایط کنونی پاکستان است. به این مسئله سبب شده که مردم در نقاط مختلف افغانستان واکنش نشان بدن.
در نخستین تظاهرات بعد از فروپاشی حکومت افغانستان و تصرف افغانستان به دست طالبا زنان آغاز کردند در ولایت هرات در غرب افغانستان، چیزی که در او زمان زنان خواستار بودند، بحث کار بود، بحث تحصیل بود، بحث حق دادن در ادارهای دولتی بود که نباید زنان نادیده بگیرند. به تعقیب از شما شاهد از او بودیم که در ولایت کابل به می ترتیب در نیمروز، در غور و در مزار شریف این حرکات زنان اوج گرفت و حالا یک حرکت تازه را آغاز کردند که شعارها به ضد پاکستان است و از امارت اسلامی و کسایی که نقش دارند در امور افغانستان، اونا تقاضا از این کردند که باید از پاکستان فاصله بگیرند و پاکستان متهم ساختند تظاهر کننده ها به این که پاکستان در امور داخلی افغانستان به شدت دخالت میکنه و حامی طالبان هست. و البته حتی رهبر القاعده اسامه بن لادن در خاک پاکستان کشته شد، رهبر ایبت‌آباد. بله، رهبر سازمان تروریستی القاعده نزدیک 11 سپتامبر هستیم و یادآور این فاجعه تروریستی بزرگ. و این خب بدون همراهی و همدستی و حمایت پاکستان از تروریست های القاعده امکان پذیر نبود، همونطور که برخی از این تروریست ها به ایران رفتن و حتی گفته میشه عروسی پسر بن لادن در پناه حکومت فقیه در ایران برگزار شد، برخی از مقامات جمهوری اسلامی هم در این شرکت کردن. خبری رو جبهه مقاومت مردمی منتشر کرده با عکس و تفصیل که یک هواپیمای جنگنده پاکستانی هم ساقط شده در قلمرو پنجشیر، نیست؟ دقیقاً چنین ادعاهای مطرح شده که برخی از افراد از جمله مقاومت مردمی تاکید به این داره که طیاره‌های خود پاکستانی در قلمرو تاجیکستان اونا بمباردمانی داشتن به حمایت از طالبا و برخی از اکثار اونا منتشر ساختن، اما تا کنون رسماً این مشخص نشده که دقیقاً اینا طیاره‌های پاکستانی بوده یا خیر. تالی مسئله ضد و نقیض است و حکومت پاکستان هم و حکومت امارت اسلامی افغانستان هم بارها اعلام کرده که هیچ نوع حمایت از سوی پاکستانیان نمیشن، چیزی که در پیشتر گفتم در 20 سال گذشته بارها لانه های تروریستی و همچنان موجودیت طالبان در مناطق مختلف پاکستان، نه تنها حکومت افغانستان بارها از این انتقاد کرده به حکومت اسبق، بلکه کشورهای مختلف اروپایی و همچنان کشورهای منطقه از این مسئله ابراز نگرانی کردن. اما چیزی که مردم افغانستان بسیار آزار داده در این 20 سال به ویژه حال که بارها صدا بلند کردن و گفتند که باید جامعه جانی لانه های تروریستی و همچنان جایگاه های امن طالبان باید هدف قرار بده نه در افغانستان، و تا زمانی که این لانه ها و این جایگاه ها مورد تعرض قرار نگیره و صدمه به زور وارد نشه هیچ جای افغانستان روز خوش نخواهد داشت. اما جامعه جهانی متاسفانه بارها به این صداها جواب مناسب نداشته و این که سبب شد دیدیم که طالبان دوباره تقویه شدن، روحیه گرفتن به شکلی که در زمان بسیار کوتاهی که هیچ کس تصور نمیکرد 33 ولایت افغانستان از کنترل نیروهای امنیتی افغانستان بیرون کردن و در چنگ خود در آوردن. و حالا هم که بحث پنجشیر است، پنجشیر یک از ولایات نسبتاً میتونیم بگیم کوچک افغانستان است و او تنها صدا بلند کرده و میخواهیم مبارزه بکنه علیه طالبا تا بتونه به او خواستایی که خودشان مطرح میکنن بزود دست پیدا کنه، چیزی که به گفته برخی از مردم افغانستان بسیار بعید به نظر برسه که با این تعداد نیروی کم در مقایسه با طالبا بتونه به او اهدافی که اعلام کرده بزود دست پیدا بکنه. بله، الان دولت‌های در منطقه مثل تاجیکستان به نظر می‌رسه که در واقع کنار مردم افغانستان هستن. پاکستان کنار طالبان ولی تاجیکستان چنین، از شما می‌شنویم. شما به جریان هستیم که حکومت طالبان همه می‌شناسن، حکومتی که 6 سال تقریبا کامل در افغانستان در دهه تقریبا 6 سال در افغانستان حکومت کرد، حکومتی که از دید خیلی از کشورها حکومت مناسبی نبود، حکومتی بود که بالاخره حق زنها تلف شد، حق حقوق بشری در نظر نداشتند، همچنان بحث تعلیم، بحث تحصیل، اینا اصلا در اولویت کاری خود حکومت طالبان نبود، یعنی حکومت شناخته شده ای بود. تنها یک چند کشور محدود، 2 یا 3 کشور حکومت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی به رسمیت می‌شناختند.
اما بعد از فروپاشی حکومت و آمدن حکومت موقت در سال 2001 میلادی، این حکومت از هم پاشید، اما آهسته آهسته دیدیم که گروپ های کوچک 5 نفری یا بیشتر از این در بعضی از ولایات در کوههای افغانستان اینا شکل گرفت و برخی از کشورها اینا را روحیه دادن، حمایت کردن، سپورت کردن، تجهیزات جنگی برشنا دادن تا دیدیم بعد از 20 سال دوباره افغانستان را گرفت. و از همه مهمتر همسایه افغانستان مانند ایران، مانند پاکستان، حتی تاجیکستان که حالا ما از اون نام میبریم که به عنوان کشوری از او حالا یاد میشه که به شدت حمایت میکنه پنشیر و مقاومت مردمی در پنشیر، اطلاعاتی با ما به دست رسیده که حتی تجهیزات نظامی به دست از اینا قرار داده. من فکر میکنم حال زمان گذشته که چنین حمایت بکنم، چون طالب این کشورهایی که من از اون نام بردم میشناختن که طالب چی یک کرکتر داره، چی یک سیاست داره و چی اهداف دنبال میکنن. نه تنها که میتونه به گفته برخی ها به افغانستان بسیار مشکل ایجاد بکنه، بلکه کشورهای همسایه هم ترسیدی دارن که بالاخره شاید روزی به دامن از اینا این مشکل پرورده بشه. به این اساس حالا فکر میکنم زمانی نیه که اونا از طالب بیام انتقاد بکنم. اگر قرار بود که اونا انتقاد میکردن، وقتی که طالب در مناطق مختلف افغانستان دور از شهرها می بود، او زمان نباید طالب را حمایت میکردن. ایران به شدت حمایت میکرد طالب را در نقاط مختلف افغانستان، به ویژه در غرب افغانستان، ولایات مانند هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، به این شکل پاکستان و دیگر کشورهایی که در منطقه هستند و یا در بیرون. اگر اونا نمیخواستن که وضعیت به اینجا کشانده بشه، بعد دست از همکاری خود میکشیدن و اون زمان میتونستن که بالاخره ضربات رو وارد بکنن و افغانستان به وضعیت کنونی مشاهده نمیکردن. پس معلوم میشه که این کشورها همگی مقصر وضعیت کنونی افغانستان هستن که از همه بیشتر اونا به مردم افغانستان اونا صدمه وارد کردن، به خود افغانستان صدمه وارد کردن. دیدید که در 20 سال گذشته مردم افغانستان دادخواهی کردن، مردم افغانستان تلاش کردن، قربانی دادن، زنای زیاد را از دست دادن، مردای زیاد را از دست دادن. اینا سبب شدن که این کمک‌های پنهانی از اینا به طالبا و دیگر گروه‌های موازی با طالبا سبب شد که مردم افغانستان قربانی میده و هیچ کس صدا از اینا هم به درستی نمیشنوه. دیدیم که با شکست، با تقریبا با فروپاشی حکومت پیشین، هزاران فرار مغزا صورت گرفت، هزاران تن در کشورهای مختلف اروپایی و امریکایی و همچنان شمار زیادی هم در کشورهای منطقه مانند ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان اینا فرار کردند و این مسئله تونسته صدمات بسیار بزرگی بر پیکر نظام افغانستان، نظام آموزشی افغانستان، فرهنگی افغانستان وارد بکنه، چیزی که جبران از او در این سالهای بسیار نزدیک بعید به نظر میرسه. بله، همینطور که اشاره کردی و پیشتر هم نکته بسیار مهمی رو شاپور گرامی آقای صابر عزیز اشاره کردن و تأکید کردن، نه تنها اشاره، که در این 20 ساله و پیش از اون اصلا فرصت این بود که سر مار رو به قول معروف بکوبند، یعنی زادگاه این گروه های تروریستی مثل طالبان، مثل القاعده که در پاکستان هست. الان دولت پاکستان، ضد اطلاعات پاکستان، شاپور جان به نظر میرسه حتی سفارش میگیرن چه گروهی لازم دارید با چه عقاید و چه عمل کردی. انتحاری میخواد از این نوع درجه 1، 2، 3 همه رقم پاکستان تولید کننده است. ضد اطلاعات پاکستان همه نوع گروهی هست. اشاره کردن به ایران، گوشه ای از تظاهرات حکومتی رو میبینیم، حکومت ایران و حتی فرق نمیکنه، یه نوع وحدت قدرت به وجود اومده به جای وحدت اسلامی، طالبان و حکومت فقیه. در مشهد هم که محل حکومت محلی علم الهدا و دار و دسته اون هست، میبینیم که چه تظاهراتی به سود طالبان به راه افتاده. به مشهد میریم. Allah Akbar!
خب این مشهد، گوشه ای از مشهد، شیرینی توضیح میکنن. در اصفهان و شهرهای دیگه به افغانهای عزیز و گرامی که نقش مهمی داشتن در عملیات سازندگی هرچی که بوده در ایران در طول بیش از نیم قرن، حتی پیش از انقلاب، اجازه ندادن، سرکوب کردن مخالفان طالبان رو. اما در مشهد آزادانه، در همین شهری که خانم فاطمه سپهری رو کشان کشان به زندان بردن چون حرفی میزد در جهت مردم ایران، میبینیم طالبان شیرینی پخش میکنه، توضیح میکنه و زنده باد و شعارهایی در حمایت از طالبان و همون شعارهای همیشگی جمهوری اسلامی. این وحدت رو از شما میشنویم شاپور جان، یعنی مسئله اساسا مثل که ظاهرا دیگه برخلاف ادعای قبلی که میگفتن شیعه سنی همه اینا، که امیدواریم روزی نباشه چون این صحبتهایی به طور کلی، ولی یک وحدتی به وجود اومده بین جمهوری اسلامی و طالبان. بفرمایید. ببینیم در میان مردم دو کشور افغانستان و ایران هیچگاهی من تصور نمی کنم که اختلاف وجود داشته باشه. من به عنوان کسی که در هرات عمر خود سپری کردم، حدود 20 سال کار روزنامه نگاری کردم، اصلا بحث مسئله مذهب شیعه و سنی میان باشنده های ایران و افغانستان وجود نداشته. اما این رهبری دولت ایران و شاید هم برخی از افغان ها که در رأس احزاب یا قدرت ها قرار داشتن، کوشش کردند که با استفاده از این اهرم ها یک سری اختلافات میان مردمان دو کشور ایجاد بکنند، که متاسفانه من فکر میکنم که اینا به اهداف خود نایل نشدند و خود رهبری دولت ایران است که با این تلاش ها نتونست کار از میان برداره و خود از این حالا تلاش کردند که وضعیت افغانستان به شکلی از اشکال اینا ضربه بزنند تا به اهداف خود دست پیدا کنند. مردم دو کشور خود دوست دارند و اهداف سیاستمدارای خود فهمیدن که این اهداف در پی ایجاد فاصله میان مردم دو کشور است. ما نه تنها که همسایه با ایران هستیم، مردم به این درک رسیدند که ما هم فرهنگ هستیم، هم زبان هستیم، سالهای سال بالاخره با همدیگر زندگی کردیم و این تلاش ها سبب نمیشه که ما این سیاست های نخوانده باشه. مردم خواندن که این سیاست ها میتونه چی پیامد منفی برای مردم دو کشور ایران و افغانستان داشته باشه. در زمانی که هر مشکلی در افغانستان اتفاق افتاده، ما شاهد از این بودیم که از شهرهای مختلف ایران مردم صدا بلند کردن با توجه به وضعیت استبدادی که در ایران وجود داره، صدا بلند کردن و همنوایی خود با مردم افغانستان اعلام کردن. به می شک وقتی که یک مشکلی در ایران به وجود می آید، مردم افغانستان در شهرهای مختلف به ویژه در غرب افغانستان با مردم ایران همصدا شدند و مردم ایران حمایت کردند. هر دو طرف می دانند که تقریبا یک وضعیت مشابه دارند که سپری می کنند، وضعیت استبداد، وضعیت خفقان، وضعیتی که بالاخره در رسانه‌ها نمیتونم چیزی بگم، اگر چیزی علیه اندکترین چیزی علیه حکومت‌های موجود بگم شاید جایشان در زندان باشه. ما شاهد خیلی از افراد مدنی رسانه‌ای هستیم که اکنون متاسفانه در زندان‌های مختلف ایران سپری میکنن. به این اساس مردم دو کشور هیچ مشکلی با یک دیگر ندارن. بازم تکرار میکنم که سیاست های حکومت ایران و برخی از احزاب افغانستان فهمیدن که اینا تلاش میکنن که به نام زبان، به نام مذهب، به نام فکر، به نام چیزهای مشابه با اینها بیام که این استفاده های سور بکنن که مردم فهمیدن و دیگر اینا موفق به این کار نخواهد شدن. من نکته دیگر که میخوام اشاره بکنم این است که بیشترم گفتم که بعد از اینکه بحث ادعای بمباردمان در ولایت پنشیر افغانستان مطرح شد از سوی آنچه که ادعامش از سوی پاکستانیا، وزارت خارجه ایران واکنش نشان داد. من به این تعجب کردم که این چطور واکنشی است. اگر پاکستان مداخله کرده، شاید ایران هم برابر با پاکستان و شاید بیشتر از پاکستان به صورت مرموز دخالتهای خود در افغانستان داشته باشه. خود ایران میدانه، مردم افغانستان میدانه، جهان میدانه که ایران طالبان حمایت کرد.
ایران تلاش کرد که بالاخره حکومت افغانستان به شکلی از اشکال تضعیف بکنه تا بتونه که سر صدای مخالفان حکومت پیشین افغانستان بلند بکنه و از این آب گلالود ایران ماهی بگیره. چنانچه گرفت، ایران تلاش کرد که بالاخره بندهای افغانستان ساخته نشه. ایران بارها بالاخره نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر ساخت بندها کشت. ایران تلاش کرد که بالاخره مانع بشه که افغانستان توان از این نداشته باشه که بالاخره بندهای آب بسته بشه و این آب افغانستان با مانند گذشته که هزاران سال آب افغانستان وارد ایران شد و از آب افغانستان استفاده کنه. اما غافل از این بود، ایران تلاش کرد که گفتگوهای با طالبان به صورت مخفیانه یا آزادانه در جاهای مختلف از جمله در شهرهای مختلف ایران اونا گفتگوها برا انداخته بودن، ارتباطات خود با طالبان داشتن، اما غافل از این بودن که روزی طالبا بر افغانستان مسلط میشن. این فکر نکرده، اما بیاد داشته باشن که اگر افغانستان و مردم افغانستان در این وضعیت قرار دادن، این مشکل دامن ایران هم شاید به زودی بگیره. والا ایران فهمیده و تلاش میکنه که بالاخره بیه یاد بکنه که پاکستان در امور داخلی افغانستان دخالت کرد، چیزی که ایران هم اگر دخالتی هست به اندازه پاکستان دخالت کرده و وضعیت افغانستان که به اینجا رسیده قسمتی از این وضعیت ایران به وجود آورده. خب این اعتراض پاکستان، بله، این اعتراضی که به اقدام پاکستان کرده وزارت خارجه حکومت فقیه در ایران، در واقع همینه که اشاره کردین صابر جان، در واقع شریک نمیخواست، حالا اینکه نمیدونست که سهم عمده در قضیه افغانستان و قدرت طالبان عملا پاکستان خودشو سهم میدونه و جایی برای این حکومت ایران حکومت نمیمونه. یه همچین وضعیتی داره و اعتراض شاید از اینجاست، به اصطلاح مثل سارقانی که سر مالی با همدیگه درگیر میشن به معنایی. اما اینجا مال و منالی نیست، اینجا ملتی است، مردم افغانستان، کشور ارجمند افغانستان، مردمانی هست که همونطور که شاپور عزیز اشاره کرد رابطه دیرینه و همتباری با مردمان ایران دارن. یک نکته رو من میخوام اشاره کنم شاپور جان، این که الان اوضاع، قبلا هم اشاره کردیم، با 20 سال پیش فرق میکنه. الان همراهی مردم رو ما میبینیم، همراهی مردم ایران رو ما میبینیم، افکار عمومی خیلی کشورها رو، حتی در آمریکا به شدت هست، از طریق ملامت هایی که متوجه آقای بایدن هست در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، همراهی افکار عمومی رو در اروپا ما میبینیم. اینها دیگه نمیشه به راحتی، دست کم الان نشونه هایی هم میبینیم که طالبان به ناچار یا هر تاکتیک هر چه که هست اجازه هایی صادر کرده برای ورود دختران به دانشگاه. حالا دیگه افغانستان بیش از 50 سال پیش بانوان در اونجا شأن و مقام و منزلتی در سطح اجتماع داشتن و مقاماتی، بیش از 50 سال پیش. من یادم در نوجوانی اوضاع افغانستان دنبال میکردیم، واقعا بسیار دلنشین و خوب بود. به هر حال همه اینها رو ما میبینیم همراهی با در مورد روزنامه‌نگار عزیزی که جان باخت در جبهه مردمی، فهیم دشتی، چه همدردی شد از جانب مردم ایران در رسانه‌های اینترنتی و همه اینها. این منظر رو که شما نگاه می‌کنین رو به آینده‌ای هست به نظر می‌رسه گسترده‌تر، یعنی دست طالبان باز نمی‌ذاره که هر کاری خواست دوباره بکنه، بیاره تو میدون فوتبال، همون جایی که در این فاصله 20 ساله آریانا خواننده عزیز افغان آمد و آواز خوند در مسابقات فوتبال، دوباره بیاره اونجا شلیک کنه به سر بانوان. ظاهرا چنین به نظر میرسه. ببینیم، تصور من این است که حالا زود خواهد بود که ما یادآوری بکنیم که طالبان دست باز در حکومت کنونی خواهد داشتن یا نه، با مانند حکومت که قبلا در افغانستان داشتن به مو شکل پیش خواهند رفت. برخی از کشورهای همسایه و خود طالبان بارها اعلام کردند که ما به حقوق بشر اهمیت میدیم، به تحصیل زنان که قبلا مخالفش بودند اهمیت میدیم، و همچنان کشورهای همسایه گفتند که طالبان طالبای گذشته نیستند، تغییر کرده فکر از اینا، ایدئولوژی از اینا تغییر کرده. بیشتر شما یک نکته گفتین که مردم افغانستان شاید مردم 20 سال قبل نباشند،
من تصور میکنم که طالبا همان طالبایی هستند که در گذشته در افغانستان حکم روایی کردند، اما مردم افغانستان بنا به قول شما مردم 20 سال قبل نیست. من در زمان حکومت طالبا یک متعلم مکتب بودم، یادم هست که اگر زن افغان با چادر برقه، حتما به او آشنا داریم، وقتی که در جاده ها یا در شهر حضور داشت از سوی طالبان شلاق میخورد. او زمان وقتی که یک دختر خودسال مکتب به طرف خودسال به مکتب میرفت، طالبا مانعی دختر میشد، اما هیچ پاسخی از سوی هیچ قشری بلای طالبا نبود، هیچ صدای کسی بلند نمیکرد از وحشت حکومت طالبا، به خاطر که توهین میشد، تحقیر میشد، لتکوب میشد، بازداشت میشد، و شاید اگر یک جوان میبود، نوجوان میبود، موهای سرش به اصطلاح افغانی کل میشد، ماشین میشد. اما حالا اون مردم، مردم گذشته نیستن، این مردم به اهمیت زندگی بیشتر پی بردن، این مردم تحصیل کردن، این مردم ماستری گرفتن، این مردم دکترا گرفتن، این مردم به فعالیت های مدنی فهمیدن، به فعالیت های حقوق بشری فهمیدن، اهمیت حقوق زنها رو فهمیدن. شما دیدین که حالا مردم افغانستان چون 20 سال یا حدود 43 سال به شما بهتر بگم تجربه کردن که با کسایی هم که دل داده بودن، با کسایی هم که باور کرده بودن، متاسفانه این افراد به دردشان نخورد. وقتی که به مسیر بسیار سخت روان بودن، اونا رو کمک کردن، مردم عادی قربانی دادن، از مال خود تیر شدن، از جان خود تیر شدن، از وقت خود تیر شدن. وقتی این افراد، منظورم از احزاب سیاسی در افغانستان هست، با قدرت رسیدن، این مردم رو فراموش کردن. اما امروز مردم افغانستان با حکومت فعلی امارت اسلامی افغانستان میخوان تنها حرکت بکنن و حق بگیرن. شما دیدیم که زنایی که به تظاهرات دست دادن، اینا زنانی نبودن که جز احزاب بوده باشند، اینا زنانی نبودن که در مقامات بلند دولتی کار کرده باشند، اینا کسایی بودن که در حکومت‌های که در 20 سال که گذشت، که آقای کرزی در رأس بود، آقای اشرف غنی در رأس بود، اینا دادخواهی کردن، مبارزه کردن، تحصیل کردن، تعلیم کردن و به دیگرا آموختن، به دیگرا درس دموکراسی دادن، از حق مسائل حقوق بشری و مدنی مردم را آگاهی دادن. حالا میخوان به طالبان وانمود بکنن که شما نمیتونیم حقی که در حکومت گذشته خود از ما گرفتیم دوباره حق از ما سلب بکنیم. اینا میخوان پس به این حق دست بیارن. اینا دامن هیچ حزب نگرفتند، این مردم، کسایی که اگر مرگ بر پاکستان هم گفتم دامن کسی نگرفتند. اینا میخوام خود از اینا سرنوشت خود تعیین بکنن. اینا نمیخوام که دیگر بالاخره به قهقرا برن و طالب یا افراد مانند طالب حقشان چیزی که در 40 سال گرفت دوباره پس بگیرن. اینا میخوام به حق خود دست بگیرن، تحصیل، تعلیم، زندگی آرام و بالاخره دسترسی به مسائلی که جزء حقوق اولیشان است، این حقشان است، به این حق خود اینا پی بردن که این حق کس از اینا گرفته نمیتونه. دیگه اینا بالاخره به حرفای افراد اینچنینی پاسخ مثبت ندادن و من تصور میکنم که هیچگاه نخواهند داد و خود از اونا هستن که تصمیم میگیرن و خود از اونا هستن که به طالب باید بفهمانن که این حق قانونی ماست و شاید نتوانه کسی بگیره و شما مجبور و مکلف هستن که او دیدگاهی که در گذشته در حکومت خود داشتیم بعد این دیدگاه را تغییر بدیم. در واقع مدیون طالبان اونطوری که سعی میکنن وانمود کنن نیست، این مردم افغانستان به خصوص نسل جوان هستند که در این 20 ساله رشد کردن، آشنا شدن، همونطور که اشاره کردن شاپور جان. و من همینجا هم بگم، همینجا باید نکات مهمی رو بهش اشاره کرد، بسیاری سهم داشتن در این موضوع، از جمله رادیو بخش افغانستان، رادیو اروپای آزاد، من شاهد بودم از نزدیک و بعدها دنبال کردم، روزنامه نگاران برجسته ای مانند خود شاپور جان، جناب شاپور صابر، و روزنامه نگاران گرامی ارجمند برجسته و کاملا حرفه ای مانند آقای عبدالقادر حبیب و همینطور سلطان سرور و بقیه عزیزانی که در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد کار میکنن، سهم عمده ای داشتن در تلاش های این همه سال برای معرفی ارزش های مربوط به حقوق انسان. و از همین رو بوده که چند تن از همکاران شما، متاسف هستیم، همراه شما هستیم در سوگواری، کشته شدن، نیست هم از همکاران بخش افغانستان در اروپای آزاد در افغانستان
کشته شدن توسط طالبان و گروه های تروریستی دیگه. سپاس بسیار داریم شاپور جان، سپاس بسیار داریم و امیدواریم که همواره تندرست باشید و قطعا آینده روشن به همت مردم افغانستان، نسل جوان افغانستان در برابر افغانستان خواهد ماند. همونطور که شما نیز تأکید کردید، اوضاع جهان تغییر کرده، افکار عمومی اکنون همراهی بیشتری با مردم افغان داره و این عینک های ریبن و انگلیسی صحبت کردن اونها در برابر دوربین های تلویزیون فریبنده نخواهد بود. طالبان و حمایت های کشورهای مانند پاکستان و دیگران، آنچه که در افغانستان هست نیرو و همتی بلند رو به آینده بهتر هست که حتما چنین خواهد شد. سپاسی دوباره از شما. ممنون از شما. خدا نگهدار. پی میگیریم تفسیر خبر رو و در ایران هر که ناموزد ز چرخ روزگار هیچ ناموزد هیچ آموزگار. کمتر من شعر خوندم و میخونم، اما این هست که باز هم در بر همون پاش نمیچرخه در حکومت فقیر، ادامه همون راه، ادامه همون راه، تغییر و تحولات یا تغییراتی که در کتاب‌های آموزشی، مواد آموزشی داده شده در ایران در ادامه انقلاب فرهنگی حکومت فقیه در ایران. تا لحظات دیگر مهمانی خواهیم داشت از ایران. آقای روح الله مردانی با ما هستند، پیشتر در زندان بودند و آموزگار ارجمند، مانند آموزگاران ارجمند دیگری که اکنون در زندان هستند، آقای سپری، آقای هاشم خواستار و آقای جعفری گرامی که بیماری های مختلفی نیز دارند، هر سه معلم عزیز. سلام و خوش آمد به شما میگیم آقای مردانی گرامی. صدای منو دارید آقای مردانی؟ درود بر شما جناب شادنگی عزیز، عرض ادب و احترام دارم. سپاس بسیار از شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون هستم از لطف شما، امیدوارم شما خوب باشید و همه عزیزان، شما نیز و همراه با همه عزیزان. امیدوارم حال همه شما، حال ایران و مردم ایران روزی روزگاری خیلی زود خوب و بهتر بشه. آقای مردانی عزیز از شما میپرسیم، ببینید الان من گفتم تغییر و تحولاتی، تحول به این معنی نه مثبت، تغییری است، تحولی نیست، رو به آینده بهتر آمدن و من دیدم که یک مواد تازه اضافه کردن به کتاب‌های درسی در آغاز سال تحصیل، باز هم یک پاکسازی های تازه و باز هم دروغ هایی در کتاب های درسی گنجاندن. در مواد دانشگاهی تاریخ اسلام معاصر از این مواد رو استفاده کردن. اینها به نظر شما آیا اساسا موفق شد حکومت فقیه این سالها هدف شستشوی مغزی کودکان بود؟ بله یه عده بیرون اومدن هستن زیر من بیا تو حکمه، اما کلا موفق شد در یه همچی برنامه؟ ببینید جناب چالنگی، طبیعتا خیر، شما سبک زندگی مردمان امروز رو و مردم ایران رو اگر رصد بکنی، اگر به دقت بنگری، متوجه میشی که هر آنچه ما در کتاب‌های درسی داشتیم کاملا مغایرت داره با رفتار و سبک زندگی مردم ایران. و این ناشی از این هست که ببینید، هدف از آموزش و پرورش و هدف از یک آموزش رسمی در یک کشور که توسط حاکمیت ارائه میشه باید زندگی باشه. وقتی که
ما محتوای آموزشیمون، نظام آموزشیمون و هر آنچه که در مدرسه و در دانشگاه به دانش آموزان و دانشجویان ارائه میشه به دقت نگاه کنیم، متوجه میشیم که مغایر با زندگی هست، یعنی ما رو از اصل زندگی دور میکنه. و واقعیت این هست که چون مردم ایران شاید بگم دهه هاست و یا شاید بیشتر از دهه ها، بیش از یک قرن هست که برای یک زندگی نوین، برای یک زندگی که متناسب با مردمان امروز هست، دارن تلاش میکنند، فعالیت میکنند و هرگز تن ندادند به این آموزش رسمی که گرفتار خرافات و اون ایدئولوژی حاکم بشن و طبیعتا حاکمیت در ارائه این محتوای درسی و تحقق بخشیدن به اهدافی که در سر داشته هرگز موفق نبوده و ما شاهد هستیم که اکنون سبک زندگی جامعه با آنچه که در مدارس ما می‌گذرد بسیار فاصله داره و مردم از محتوای درسی در واقع گذر کردند و اون رو صرفاً به عنوان یک مدرک یا شاید بگم یک دوره از زندگیشون که اجباراً مجبور بودن بهش تن بدن بهش نگاه کردن و هرگز تسلیمش نشدن. چه تعبیر و توصیف دقیق و درستی که این رفتار و این کردار حکومت در واقع جنگ و ستیز با طبیعت انسانی و با زندگی هست. با زندگی همونطور که اشاره کردید و فرمودید آیا واقعا میشه جنگید و موفق شد؟ هرگز. یک نکته برای من هست، هر حکومتی جناب مردانی عزیز، هر حکومتی در روسیه هم انقلاب شد اما دیگه تا آخرین روزی که شوروی بر سر کار بود همون اقدامات انجام نمیداد، یعنی همون بگیر ببندها و همون اقدامات و همون و همون در یه سری مسائل. خب بسیار پیشرفتایی هم بود. حالا به هر حال، به هر حال منظور من اینه که آموزش و پرورش رو به نحوی کاملا ایدئولوژیک نشده بود در این کشورها، یعنی علم یک مقوله ایدئولوژیک نبود. این رو چطور میبینید؟ در دانشگاه ها الان کسانی تدریس میکنن که هیچ نوع صلاحیتی ندارن و رشته های علمی، این چقدر لطمه میزنه به اساس یک مملکت از بابت پیشرفت های علمی، از بابت توانایی های علمی و بقیه موضوعات؟ ببینید، ما در سال 57 شاهد روی کار آمدن حاکمانی بودیم از گور برخواسته، یعنی هیچ گونه سنخیتی با دنیای معاصر نداشتند و متاسفانه هیچ تلاشی در جهت این سنخیت رو هم انجام ندادند. ما بهینه شاهد هستیم که اکنون که طالبان سر برآورده و به قول معروف با در واقع حمایت حاکمیت جمهوری اسلامی و سایر متاسفانه ابرقدرت ها، وقتی میبینیم این حاکمیت در حال حاضر در حال جولان هست و عرصه رو تا حدی به دست گرفته، میبینیم که با دنیا ارتباط رسانه‌ای برقرار میکنه و سعی در روزآمد کردن خود، سعی در بروز کردن خود داره. اما متاسفانه ما هرچه جلوتر آمدیم حاکمیت عقبتر رفت، عقب نشینی کرد، هرگز با دنیای امروز خودش رو وفق نداد و متاسفانه بیشترین آسیب رو ما از قبل این مقاومتی که حاکمیت با
بروز کردن خودش داشت دیدیم، به شکلی که در واقع میتوان گفت که بیشترین ضربه، بیشترین شکست رو ما از علمی نبودن، کارآمد نبودن محتوای درسیمون و نظام آموزشیمون تا امروز تحمل کردیم و این آثار مخربی داشته. هرچند که در واقع حاکمیت موفق نشده که اون ایدولوژی خودش رو به جامعه بقبولونه و زور کنه در واقع، ولی باز ما متاسفانه از دنیای علم نوین یه مقدار فاصله گرفتیم و امیدواریم که نسل جدید که یک مقدار جلوتر از ما هست و یک مقدار به دنیای امروز نگاه بهتری داره و ارتباط بهتری با دنیای امروز داره، بتونه که این نواقص رو رفع کنه. اما در حال حاضر متاسفانه ما یک دشمنی میبینیم بین محتوای آموزشیمون چه در مدارس و چه در دانشگاه ها با اصل زندگی امروز. بله، البته شرکت این سایر ابرقدرت ها جمهوری اسلامی، برداشت من از حرف شما این هست که ابرقدرت نیست، منظور شاید اشاره به چین و روسیه هست که از طالبان به نحوی حمایت کردن. برداشت درست در واقع می شود گفت و سکوت سایر کشورهای غربی و کلن دنیای غرب متاسفانه دخیل بوده. بله، بدون تردید، بدون تردید، بیخردی های جو بایدن و دولت او هم بدون تردید. نه، من میخواستم این گرته بر حرف شما ننشینه که چون فرمودید سایر ابرقدرت ها جمهوری اسلامی و سایر ابرقدرت ها، این تصور پیش میاد که از دید شما شاید برداشت بشه که جمهوری اسلامی یک ابرقدرت و اینها میگن که از این منظر که هرگز من برای اجتناب عدیم چون موضوعی است نه تمنا میکنم، نه در میون کلامی پیش میاد. به هر حال همه اینها هست، ببینین، ولی این ادامه همون انقلاب فرهنگی آیا نیست که عبدالکریم سروش و گروه دیگری، شریعت مداری دیگری و جلال الدین فارسی و بقیه آمدن نشستن، و عبدالکریم سروش و که کسی که فکر میکنم داروسازی خونده یا شیمی خونده در همین انگلستان و جاهای دیگه آمدن و نشستن که بله ما میکنیم دانشگاه رو به عطر و عطف اسلامی و اینها چیز کنیم. و آیا یه همچین مواد درسی رو که گنجوندن در اینجا، تغییراتی که دادن، آیا این انقلاب فرهنگی ادامهش میبینیم که الان مسئول جدیدی پیدا کرده، این انقلاب فرهنگی ادامه این رویداد ادامه همون انقلاب فرهنگی نیست که همچنان جریان داره؟ ببینید طبیعتا البته من تعبیر فرهنگی رو واقعا تعبیر مناسبی نمیدونم، در واقع یک تهاجم فرهنگی بود نه انقلاب فرهنگی، چون واقعیت اینه که ما از اصلمون دور افتادیم و ریشه هامون رو خشکوند یه جورایی. در البته این رو در محتوای آموزشی و کتاب درسی میگم، وگرنه فرهنگ جامعه ایران اونقدر بالنده هست که خودش رو کماکان سرپا نگه داشته و روبه جلو هست. اما واقعیت اینه که در عرصه آموزش و کتابهای درسی و محتوای هم کتابهای مدرسه‌ای و هم دانشگاهی متاسفانه همینطوره، این اتفاق افتاده و
به سمت و سویی رفته که از علم فاصله گرفته. یعنی ما در محتوای درسیمون بیشتر هزلیات داریم تا وقایع علمی و یا آنچه که به صورت علمی بتونیم تعریف مشخصی ازش داشته باشیم. هر آنچه که حاکمیت خواسته گنجونده، نه آنچه که واقعیت علمی دنیای امروز هست و آنچه که برای زیستن در این عرصه نیاز هست متاسفانه در کتابهای درسی ما یافت نمیشه. من آنچه که از 12 سال درس خوندن خودم در مدرسه و پس از اون سالها در دانشگاه به خاطر دارم، متاسفانه سنخیتی با ارزش‌های من، با دنیای من، با آرمان‌های من و با آنچه که تا امروز زیستم نداشته و هرگز به من کمک نکرده که بتونم دنیای بهتری برای خودم بسازم. و طبیعتاً این راجع به بقیه نسل‌های من هم صدق میکنه و هر چقدر جلوتر میریم متاسفانه این تهاجم به محتوای نظام آموزشی بیشتر و بیشتر داره میشه. یعنی عملا گفتم علما همینایی هستن که ما داریم دیگه، در قوم و حوزه ها تولید میکنیم. یعنی جنگ حوزه بوده با دانشگاه. آقای خمینی بیرو دروسی و بچه ما میکشیم از این دانشگاه هاست، بشکنید قلم ها رو، ببندید درهای دانشگاه ها رو. شما اگه بخواین عنوان اون چه رو که مطابق با آرمان های شما هست در مورد آموزش و پرورش به ما بگید، چه خواهید گفت؟ طبیعتاً یک نظام آموزشی آزاد رو من برای سرزمینم میپسندم که هر آنچه که در دنیای امروز پذیرفته شده نظام معتبر علمی جهان هست و در واقع پیشبرنده سبک زندگی فردی و اجتماعی انسانها هست و اونها رو به سمت زندگی میکشونه رو من برای امروز ایران در آرمان‌ها و در تصویر آینده‌ام دارم، اما با جمهوری اسلامی هرگز محقق نخواهد شد و امیدواریم که زودتر ما، یعنی مردم ایران، بتونند غلبه کنند بر هر آنچه که بر سرشون اومده. سپاس بسیار داریم از شما جناب مردانی گرامی و آرزوی ارجمند شما برای ایران، مردم ایران، نسل‌های آینده ایران که چنین نیز خواهد شد با نگاهی به آنچه که در طول تاریخ ایران از سر گذرانده و خواهد گذراند. با سپاس بسیار از شما جناب مردانی عزیز. ممنونم از شما. یقینا جناب آقای چالنگی، نسل جدید نسلی خواهد بود که ایران را به اوج خواهد رساند، این رو من یقین دارم. بی تردید. با سپاسی دوباره این برنامه رو تقدیم میکنیم به اتفاق امین عزیز، تهیه کننده رضای گرامی، مسئول دوربین ها علی گرامی، کارگردان فنی برنامه. تقدیم میکنیم به همه آموزگاران ارجمند و گرامی در ایران و افغانستان، همه اونها که در برابر حکومت فقیه و طالبان ایستادند و ایستادند تا سرزمین خود رو سرشار از خرد و دانش و آینده روشن سازند، با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.